اولین ضربه سخنگوی جبهه مقاومت ملی به طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. طالبان جبهه مقاومت حمایت مردمی ندارد. احمدی: مقاومت نماد استادگی مردم آزاده است. 8 صبح کابل در یک خبرنامه می نویسد: جبهه مقاومت ملی در واکنش به اظهارات سهیل شاهین، نامزد نمایندگی دائمی حکومت سرپرست طالبان در سازمان ملل متحد، می گوید که مقاومت اعضای این جبهه نمایانگر استادگی مردم آزاده است. صبغت الله احمدی، رئیس روابط استراتژیک و سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روز جمعه 5 قوس در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفت: اعمال محدودیت از سوی طالبان در پنجشیر و اندراب بیانگر ترس طالبان از مردم است. با گفته او، مردم از ظلم و بی‌عدالتی و کشتن مردم بیگناه به سطوح آمده اند و این جبهه در حال حاضر نماد استادگی مردم آزاد افغانستان شمرده می شود. خبرگزاری تاس روسی روز پنجشنبه 4 قوس به نقل از مسئولان بلند رتبه طالبان گفته بود که جبهه مقاومت ملی در حال حاضر حمایت مردمی ندارد و با طالبان درگیر نیست. سهیل شاهین تایید کرده بود که چیزی به نام مقاومت ملی در روی کاغذ وجود ندارد و اعضای این جبهه اکنون در جاهای نیستند که قابل رویت باشند. وی همچنان در گفتگویش تصریح کرده بود که جبهه مقاومت ملی به مردم افغانستان ارزش نمی‌دهد. شاهین رسانه ها را به شایع پراگنی متهم کرد و گفت که شبکه‌های اجتماعی و رسانه اخبار جمعی را در مورد جبهه مقاومت ملی نشر می‌کنند. به باور سهیل شاهین، وضعیت در ری پنجشیر که پایگاه جبهه مقاومت ملی محسوب می شود عادی توصیف کرده است و هواداران این جبهه در خارج کشور از واقعیت موجود در پنجشیر یا سایر نقاط کشور بیخبرند. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین، احمد مسعود برای مقابله با طالبان جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر اساس گذاشت. او مدت در برابر نیروهای طالبان مقاومت کرد، اما سرانجام طالبان توانستند مرکز پنجشیر را تصرف کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که جبهه مقاومت ملی شکست خورده و به این ترتیب مقاومت علیه طالبان در کشور پایان یافته است. با این حال احمد مسعود این ادعاهای طالبان را رد کرد و مدعی شد که جبهه مقاومت ملی پابرجاست. اعضای این جبهه هم‌اکنون در بخشی از دره‌های پنجشیر و کوه هندوکش حضور دارند و هر از گاهی در ویدیوها ظاهر می شوند. به گفته مسئولان جبهه مقاومت ملی، اعضای این جبهه حملات چریکی را در نقاط مختلف بالای نیروهای طالبان انجام می دهند. گفتنی است که احمد مسعود در جریان ماهای اخیر به منظور کسب حمایت از این جبهه به کشورهای منطقه نیز سفر کرده بود. در همین حال، پس از نشر گزارش در مورد وضع قیود ورود به پنجشیر،
اکنون فعالان جامعه مدنی آن ولایت میگویند که فرماندهی پلیس پنجشیر دستور بازداشتشان را صادر کرده است. این فعالان نمونه اخطاریه را با روزنامه 8 صبح شریک کرده اند که در آن فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری از سوی شورای علمای طالبان تقویت کننده نظام کفری و خلاف شریعت اسلامی پنداشته شده است. در این نامه که مهر فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر را دارد، به نیروهای طالبان دستور بازداشت فعالان جامعه مدنی صادر شده است. همچنان در نامه آمده است که در صورت هرگونه مقاومت از سوی فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری با آنان برخورد جدی شود تا عبرت برای دیگران باشد. در همین حال مقامات محلی طالبان در پنجشیر ادعای صادر شدن دستور بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر را تکذیب می کنند. دفتر مطبوعات ولایت پنجشیر با نشر اعلامیه گفته است که هیچ فرد زیر تعقیب قرار ندارد و نشر این نامه را بخشی از توطئه علیه طالبان خوانده است. طالبان تذکر دادند که بر اساس فرمان عفو عمومی و مسئولیت افراد تاکید دارند. پیش از این وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده بود که به منظور تامین امنیت بهتر و اطمینان از بهبود وضعیت امنیتی در پنجشیر، از ورود افراد غیر مسئول در دروازه های ورودی این ولایت توسط تلاشی منظم جلوگیری شود. فعالان مدنی در این ولایت اما این اقدام طالبان را برخواسته از عقده و مردم آزاری خوانده بودند. آنان از نبود خدمات صحی قناعت بخش، وضعیت بد اقتصادی، تلاشی خانه های شخصی و برگزاری محافل ادبی و فرهنگی پس از حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.